سریال پایتخت در فصل ششم چند اتفاق مهم را روایت می کند. از کنار رفتن علیرضا خمسه که در چند سکانس روحش حضور دارد و قرار است بعد از مرگ اعضای او اهدا شود، ویلاسازی در شمال کشور و داستان بزرگراه تهران شمال موضوعات دیگر این فصل سریال پایتخت است. شاید جذابترین بخش از داستان سریال پایتخت در فصل جدید ماجرای بهداشت فریبا با بازی بهرام افشاری است که قرار است به عنوان دروازه‌بان ذخیره نساجی قائمشهر یکی از محورهای داستان سریال سیروس مقدم باشد. محسن تنابنده را در فصل ششم با هیبتی جدید می‌بینید که تصمیم دارد از نقی معمولی همیشگیش فاصله بگیرد و برنامه‌هایی برای آینده‌اش دارد. یکی دیگر از اتفاقات فصل جدید پایتخت داماد شدن شخصیت رحمت با بازی هومن حاج عبداللهی است که قطعا جز لحظات جالب و جذاب این فصل از پایتخت می باشد. بی اغراق پایتخت یکی از پرمخاطب ترین سریال های اخیر تلویزیون ایران است. پایتخت شش در حال ساخت است و در این مطلب می توانید با همه جزئیات آن آشنا شوید. پایتخت یکی از محبوب ترین و معروف ترین سریال های تلویزیونی ایران است که فصل اولش در نوروز سال 1390 از شبکه یک سیما پخش شد. از آن زمان تا به حال لگر 5 فصل از این سریال به روی آنتن رفت است. سیروس مقدم به عنوان کارگردان و محسن تنابنده به عنوان نویسنده از اصلی ترین عوامل ساخت سریال پایتخت هستند. خبر ساخت پایتخت شش و پخشان در نوروز 99 موجب خوشحالی طرفداران این اثر کمدی اجتماعی شده است. و همین دلیل در این ویدیو بعد از مرور کوتاه فصل‌های قبلی و بازیگران سریال پایتخت به جزئیات پایتخت شش و اخبار مرتبط به آن خواهیم پرداخت. پس اگر از طرفداران این سریال طنز هستید با ما همراه باشید. بر اساس مصاحبه‌ای که سیروس مقدم انجام داده، شخصیت بابا پنجلی در پایتخت شش حضور نخواهد داشت و احتمالاً شخصیت جدید دیگری به این مجموعه اضافه می‌شود. مقدم معتقد بود که دیگر نمیتواند داستان جدید و جذابی برای این شخصیت بازگو کند و همین دلیل قرار است از سریال کنار گذاشته شود. اما درست مثل بهبود فریبا که قبلا حضور نداشت ولی درباره او صحبت میشد، همواره در طول سریال درباره بابا پنجلی هم صحبت خواهد شد. از طرف دیگر شخصیت بهبود فریبا که در فصل‌های قبلی خبر مرگش را در آفریقا شنیدیم، در این فصل حضور دارد و ماجراهای جدیدی را رقم خواهد زد. سیروس مقدم درباره بازگشت او گفته است که آنها آفریقا را به ایران می‌آورند و نحوه بازگشت بهبود به ایران داستانی جالب دارد. مهران احمدی که بازیگر نقش بهبود است، اولین تصویر خود در نقش این شخصیت را در صفحه اینستاگرام خود به اشتراک گذاشته است. اخیراً تصویری در فضای مجازی منتشر شده است که عروسی رحمت در سریال پایتخت شش را نشان می‌دهد. هومن عبداللهی که نقش رحمت را بازی می‌کند در این رابطه گفت: مردم ببینند که عروسی هست یا نیست، واقعا نمیتوانم بگویم و خوب است که بیننده خودش ببیند. نه تایید میکنم و نه تکذیب میکنم. همچنین احمد مهرانفر بازیگر نقش ارسطو در این سریال در صفحه اینستاگرام خود عکسی از یکی از صحنه‌های فیلمبرداری سریال را منتشر کرده است که در آن او را در کنار رحمت با بازی هومن حاج عبداللهی با ظاهر جدیدشان می‌بینیم. الهام غفوری تهیه کننده سریال پایتخت 6 در مصاحبه ای اعلام کرد که 70% از کارهای فیلمبرداری تمام شده است و همچنان سخت مشغول کار هستند تا سریال سر وقت به آنتن برود. او گفت 70% از کل سریال فیلمبرداری شده است و در حال حاضر نیز تیم در شیرگاه مازندران در حال ضبط بخش‌های پایانی است. البته تا پایان سریال قرار نیست بازیگر جدیدی به تیم اضافه شود. تدوین کار نیز به صورت همزمان در حال انجام است تا بتوانیم سریال را همزمان با روز اول فروردین 99 به روی آنتن ببریم. اخبارهای که از این است که در نوروز 1399 سریال پایتخت 6 در 15 قسمت از شبکه یک سیما پخش خواهد شد. غلامرضا الماسی در این خصوص گفت: لوکیشن کار همچنان شیرگاه مازندران است و پروژه هم طبق زمان بندی مد نظر ما پیش می رود و آماده سازی سریال تا نوروز 99 به اتمام می رسد. چون روز اول فروردین 99 مصادف با سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام از سریال نوروزی پایتخت از شب دوم نوروز و به مدت 15 شب پخش می شود. هم‌اکنون تمامی بازیگران درگیر این سریال هستند و بازی هیچ یک به پایان نرسیده است.
همانطور که پیشتر با آن اشاره کردیم، پایتخت شش به موضوع فوتبال می‌پردازد. در روز ششم دی ماه بخشی از این سریال در حاشیه دیدار تیم‌های نساجی و پرسپولیس ضبط شد. سیروس مقدم کارگردان سریال پایتخت در این باره می‌گوید: تیم نساجی سال هاست که شکل گرفته و در تمام فراز و نشیب ها خود را حفظ کرده است و الان هم می‌بینیم تیمی بسیار خوب و گربه سیاه تمام تیم هاست. او همچنین از پررنگ‌تر شدن نقش بهرام افشاری در این سریال سخن گفت و او را یکی از نقش‌های کلیدی سریال خواند. او گفت: بهرام افشاری در این قسمت یکی از نقش‌های کلیدی کار را بازی می‌کند. به خاطر فیزیک و قد و قامت رعنایی که دارد، آقای تنابنده کار جدیدی برای او خلق کرده است و از تست‌های گریم با کلاه پیتر چکیش معلوم است که در این فصل دروازه‌بانی می‌کند. خودش قصه های جدید و بامزه ای را خلق می کند. به واسطه آن وارد فضای جدیدی از سریال پایتخت می شویم که پررنگ و جذاب هستند. فیلم برداری فصل دوم سریال پایتخت در سال 1391 شروع شد و این سریال در ایام عید نوروز 1392 پخش شد. فصل سوم این سریال در نوروز 1393 از شبکه 1 سیما پخش شد و این سریال از سوی ماهنامه همشهری آیه به عنوان دینی ترین و اجتماعی ترین سریال نوروز 1393 برگزیده شد. فصل چهارم این سریال از حال و هوای نوروزی خارج شد و این فصل در ایام ماه رمضان 1394 پخش شد و این مجموعه تلویزیونی برنده تندیس بهترین سریال سال 1394 در نظرسنجی بزرگ برنامه سه ستاره و محسن تنابنده بازیگر این سریال برنده تندیس بهترین بازیگر مرد سال شد. پایتخت 4 همچنین توانست تندیس بهترین سریال را در چهارمین جشنواره جام جم دریافت کند. هسته اصلی و مرکزی سریال پایتخت یک خانواده است که هر بار ماجراهایی را تجربه می کند و همین قابلیت امکان ساخت فصلهای زیادی را برای آن فراهم می کند. داستان سریال پایتخت 5 در مورد یک خانواده است که هر بار ماجراهای عجیب را تجربه می کند. خانواده نقی معمولی به دلایلی منطقی وادار می شوند که به کشور ترکیه سفر کنند و در این کشور با ماجراهای عجیب روبرو می شوند که همبستگی خانواده، عشق و علاقه آنها به همدیگر، اهمیت میهن و دور هم بودن را بیشتر از گذشته درک می کنند. آنها در کشور ترکیه سوار بر بالون می شوند. فردی که مسئول هدایت بالون است به علت زیاده روی در خوردن مشروب سکته می کند و می میرد و با مرگ او ارسطو و نقی هدایت بالون را به دست می گیرند. بالون این خانواده را به کشور سوریه و میان جبهه یک گروه تروریستی داعش می برد و در این شرایط آنها برای پنهان شدن از چشم گروه تروریستی داعش اقدام به پوشیدن لباسهای گروه تروریستی داعش می کند. در بخش دیگری از داستان دوباره بالون از مسیر اصلی خود منحرف شده و به سمت یکی از کشورهای اروپایی می رود. در این سریال محسن تنابنده در نقش نقی معمولی، ریما رامیفر در نقش هما سعادت همسر نقی، احمد مهرانفر در نقش ارسطو عامل پسرخاله نقی، علیرضا خمسه در نقش بابا پنجعلی پدر نقی، نسرین نصرتی در نقش فهیمه معمولی خواهر نقی، سارا و نیکا فرغانی از در نقش سارا و نیکای معمولی دختران نقی معمولی، بهرام افشاری در نقش بهتاش پسر فهیمه و التیام، هومن حاج عبداللهی در نقش رحمت دوست نقی، هدایت هاشمی در نقش اوسموسا دوست صمیمی نقی، محمد رضا علی مردانی در نقش بانو دوست و برادر ناتنی نقی، سلمان خطی در نقش تقی برادر نقی، مشتبه بلال حبشی در نقش رحمان برادر رحمت، مصطفی بلال حبشی در نقش رحیم برادر رحمان و رحمت و با حضور مهیا دهقانی در نقش سوسن خواهرزاده اوسموسا ایفای نقش می کنند.